زریح میسم تمار رزوان الله تعالی علیه به زودی نسب خواهد شد. تولیت مرقد صحابی جلیل القدر و یار ناماشنای امیر علی علیه السلام جناب میسم تمار رزوان الله تعالی علیه از رونمایی از زریح جدید این یار با وفای اهل بیت پیامبر علیه السلام در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش پایگاه تالا رسانی الکفیل شیخ خلیفه الجوهر تولیت محترم این مزار مقدس گفت همزمان با ایام خجسته و مبارک ولادت بانوی دوسرا حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در هجدهم جمادی و مطابق با 28 اسفند ماه 1395 از این ذریح شریف به طور رسمی و رونمایی می شود. این ذریح در ابعاد چهار در پنج متر مربع مساحت و پنج متر ارتفاع در یکی از کارگاه های ویژه در شهر اسفهان در مدت دو سال ساخته شده است. این ظریح به شکلی زیبا با طلا، نقره و مس تذهیب شده و در آن از طرح درختان نخل به عنوان نمادی که مرتبط با نام و زندگی این مرد و بزرگ تاریخ تشیع است استفاده شده. حضرت میسم ابن یحیی التمار اهل سرزمین نهروان منطقه میان عراق و ایران بود و بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانستند. کنیه ایشان ابو سالم بود و به دلیل شغلی که داشت لقب تمار به معنای خرمافروش را به او داده بودند میسم تمار از یاران با وفای امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و از صاحبان سر آن حضرت به شمار می رفت. جناب میسم تمار در آخر سال شست هجری یعنی ده روز قبل از ورود امام حسین علیه السلام به عراق توسط عبید الله بن زیاد دستگیر شد و به جرم گفتن فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همان نحوی که به وی وعده داده شده بود به شهادت رسید ایشان اولین مسلمانی بود که به هنگام شهادت بر دهانش لگام زدند تا نتواند فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بازگوید